های مهمی را در این رسانه با عنوان گفتمان اصلی که مورد تمام نظر همه شهروندان کشور باشد قرار داد و یا هم چگونه میتوان نگاه سرسری را عوض کرد و به رسانه های اجتماعی با نگاه جدی نگریست. جناب آقای مرتضوی اگر به این زمینه صحبت کند بعد با خدمت شما میاییم. ما فکر میکنم که فرهنگ استفاده از فضای اجتماعی در افغانستان روز به روز بهتر میشه. ما از دیروز تا حالا میبینیم که بخش زیاد پیام ها در مورد در گذشت نلسون ماندلا هست و پیام هایی که در صفحات نوشته میشه عمدتاً آموزه هایی است که چطور میتونه یک شهروند افغانستان از سرنوشت یا راه دشوار آزادی را که ماندلا طی کرد دست بگیره و چطور میتونه الگو بگیره. این نشانه ای است که در فضای مجازی افغانستان هم روی مسائل و مباحث بسیار جدی و مهم و حتی فراتر از منطقه روی مسائل بین‌المللی پرداخته میشه. بحث انتخابات وقتی ما میبینیم، بحث مبارزه با فساد میبینیم، در بحث عدالت اجتماعی و از همه مهمتره که شما بعض مشکلاتی که در صفحات نوشته میشه و تبدیل میشه به سوژه رسانه‌های خودش بسیار کمک میکنه. در واقع به رسانه‌های بسیار کلان و معتبر دیده میده که آقای نجف‌زاده سجده این مورد اشاره کرد. ولی یک آفتی که کل فضای رسانه‌ای افغانستان داره ای است که برخی زیاد رهبران قومی هم در رسانه‌های چاپی و تصویری و هم در فضای مجازی اینا لشکران زیاد را استخدام میکنند و عمدتاً وقت مباحث جدی میشن در مسائل قومی، زبانی، مذهبی و سنتی باز از این لشکران و سربازان بسیار استفاده منفی میشن. امروز تعداد افراد را ما میبینیم که از لحاظ گرایش و وابستگی سیاسی مثلا به رهبر قومی نزدیک هست و شاید 100 نفر 200 نفر اینا سازماندهی میشن، استخدام میشن و فضای موجود جامعه را با مباحثی که مطرح میکنن، با مباحث منفی، خراب و کلا فضا را در واقع با تغییرش بگیم مسموم میکنن، خراب میکنن و ما امیدوار هستیم که این فضا هم روز به روز بهتر شود، سالم شود و همین فضا به دست نسل باشد که مطالبات اساسی و جدی نسل امروز افغانستان در اون دیده شود، خوانده شود و بیان شود و حکومت افغانستان هم رو جدی بگیره. ما یک مورد خودم پاسپورت خود تمدید میکردم و شاهد این بودیم که چطور بانک پول اضافه میگرفت، چطور مردم ها تاریم میشد توسط پلیس. ما همین پیام رو در صفحه فیسبوک خود نوشتم و ریاست پاسپورت برای ما جوابیه نوشته کرد و این برای ما خیلی جالب بود که اداره دولتی افغانستان نوشته ها و یادداشت ها رو در فیسبوک هم جدی میگیره و ما امیدوار هستیم که واقعا تبدیل شود به فرهنگی که پیام هر شهروند در دورافتاده ترین نقاط افغانستان مسئولین ما رصد کنه و اینا را ببینن و برای هر کدام این پیام ها پاسخ لازمه و به موقع داشته باشه. تشکر. دوستایی که در اطلاع هستند فرصت به ایشان رسیده. شما مایک دیگه آقای مرتضی، شما اشاره کردید که رسانه های اجتماعی هم منابع خود بتون خیلی تاثیر گذار باشه. شما مورد پاسپورت کرده و موردی که نام بردین افراد خاصی که گروه های زیاد را چی میگه تحبیرات خود بگیرن اونا را حلاته من بسیدن. اما خواهیم یه سوال مطرح میشه چگونه میشه که کل فعالیت های فیسبوک و رسانه های اجتماعی در کل حلاته من بسیدن؟ یک دو سه سوال میگیریم بعدش باز آقای مرتضوی یادداشت کنه و دو سال سوال منتشر بشه. شما و خانمی که قطار سوچ به نام پروردگار یکتا به شهرمند فاتحی است نویسنده فعال مدنی و حقوق دار. متاسفانه از من یک سوال نیست به نسبت بعضیش بد نگرد سوال من چون وقت کم است. میخوایم مقدمه چینی بکنم چون همین به یک فرهنگ تبدیل شده به حال. چون بعد شروع شد از خانم ساکر با کمال احترام که بهشان دارم پنجشش مورد عوامل عمده ای که چالش های عمده در سر پای زنان در افغانستان مطرح میشه بیان کرد.
من میخوام متد متد فشرده بگردم که اینو بعد میگردم پس روم یک گونه اساسی تو ذهنیت و فراهم ساختنی بستری حضور فعال زنان در افغانستان هست. شما روی خط شما در خبال چی هست؟ یک موضوع جناب مرتضی سید چند مورد بسیار به صراحت نقاطی بسیار اساسی داشتن که من کاملا باشون موافق هستم. بحثی نقش اساسی در خبال مثبت بودن و منفی بودن رسانه ها هست و چند مورد هایی که من میدانم بگم که منوان تعارض میشه مطرح کرد. یک بحثی کوتاه بودن حافظه جامعه افغانستان هست که اونا گفتن که یک طرف ما باید فرهنگ بخشیدن در افغانستان ما باید نهادن بکنیم و از طرف دیگرم اعتراض بسیار شدید داشتن در خیالی که جامعه افغانستان یک حافظه کوتاه دارن خصوصا مثال که رضا جمهوری مطرح کرد. پس اگر ما بر بگردیم که به یک نحوی ما بیم فرهنگ آفیت مطرح بکنیم از یک طرف ما بگیم که ما میتونیم بیشتر برای فراهم بکنیم، آیا چالش دا برای مردم افغانستان نیست؟ یک سوال بحث دوم که بحثی رسانه‌ای بودن هست و برمیگردیم باز با آقای نظیف زاده که سر نقطه اساس را بیان کرد. خب در افغانستان آیا رسانه های صوتی، تصویری، چاپی به طور واقعی وظیفه رسانه‌ای بودن ایفا میکنن نمیکنن؟ نظیف زاده کوتاه هست بحث بسیار دقیق مطرح کردن موضوع تولید ساعت تولیدی خبری و سیاسی بود. من تا جایی که چون یک از وظیفه‌ام به عنوان خبرنگار هم هست که من رسانه ها رو باید مانیتور بکنم و گزارش ها رو برای خود چک بکنم و در کل رسانه های تصویری اگر ما ببینیم بیشتر به علاقه به برنامه های سیاسی و خبری دارن. فرهنگ نهادینه ساختن برنامه های تولیدی و بنیادی برای که چشم مردم باز بکنه برای واقعیت های افغانستان خیلی کم دیده میشه با ما مستند است. مثلا یک بخش یک مثال بسیار چه نمیدن من در جیرگان شده بود کمیسیون تدویلش کدوم و همی انتحاری بشد خیلی رسانه به طور واضح گفت که در نزدیک خیمی لوجیرگان حالا که از خیمی لوجیرگان خیلی فاصله داشت. این حتی خود طول موضوع مطرح کرد. اینا زید و نقص بودن پیام رسانی رسانه ما رو برای مردم ما نشان میده که ذهنیت مردم ما را به در وقت نامناسب خراب میکنه. تشکر از سوال خانم قطر سوال بگیریم و باز دوستای ما به جواب سوالاتی که شد میپردازم. به نام خدا آمین امید هستم. من دو سوال داشتم، یکی از خانم ساکن که گفتن در زمینه خبرنگاری چالش ها و مشکلات فراروی تمام خبرنگاران هستن، به خصوص برای زنان در تمام اجتماع در سطح اجتماع برای زنان مشکلات زیادی وجود داره و یا زنان در خوشی نگه داشته هسته یا امور تمی نگه داشته شده. به نظر شما راه حل یا عبوری از این بونبست چیست؟ یعنی چیکار باید کرد که وضعیت به این وضعیت خاتمه داد؟ و گپ دیگه ای که آقای نجفی زاده داشتن، اینا گفتن که خبرنگارهایی که همکارهای ما هستن بیشتر فعالن و نسبت به مردان فعالیتشون بیشترن. آیا شما کدام برنامه‌ای داشتین برای تعاملی یا به تعامل رسیدن خبرنگارانتون یا آنها یا شما کارمندانی را استخدام کردین، زنان را استخدام کردین که آنها تعاملی داشتن و یا به صورت کل زنان تعامل هستن و حتی آنها به ایمان اگلیسون به نظر گرفتن نمیشه؟ تشکر. خانم ساکت با شما آغاز کنید باز تا نجف زنست میرسه. هر دو سوال فکر میکنم تاوزین مشابه بود که راه حل برای بسترسازی ترویج فرهنگ برادری جنسیتی چی هست؟ من خیلی خوشحال هستم که در دسته سال یا دوازده سال مسئله زنان در افغانستان بحث میشه، یعنی زنها شنیده میشن و به زنها گوش داده میشن. من فکر میکنم که جامعه پیشرفته خواهد بود که زن اون جامعه پیشرفته باشه. زمانی که زن یک جامعه پیشرفته نباشد، اون جامعه پیشرفت نخواهد. و به این خاطر باید من فکر میکنم که مشکلات زنان افغانستان از راه علمی و آکادمیکش بررسی شود، نه مسائل سطحی و پروژه‌ای. متاسفانه در 10 سال و 12 سال گذشته
مسئله زنان مسئله پروژهی شد، مسئله زنان مسئله سیاسی شد. اما برای حل یک موزن در جامعه باید از دید علمی به اون موزن نگریسته شود و باید ما در پهنتون‌های خود ما باز هم تأکید میکنیم که یک رشته بنام رشته مطالعات زنان داشته باشیم. مسئله دیگه ای است که ما میتونیم از رسانه ها به عنوان بستر مناسب برای ترویج فرهنگ برابری جنسیتی استفاده بکنیم. ما میتونیم زنهای موفقی را که در جامعه وجود داشتن، در جهان کار کردن، اینا رو به مردم نشان بدیم. و این تفکر واپس‌گرایانه ای که فکر میکنن که زنها نمیتونن، زنها این قدرت در خود ندارن که اینا به پیش برن و بتونن یک مختره یا یک مختکر باشه که دستگاهی ببرید. در کنار این مسئله میتونیم به اعتماد به نفس دختران جوانی که در این راه قدم بزنن این هم زیادتر بکنیم که اگر این زن توانسته پس در من هم وجود دارن. درست است که مشکلات هست، چالش ها هست، اما این به این معنی نمیشه که ما خود ما هیچ نافعالیت نکنیم و کنیم بسترها تماما آماده باشن تا اینکه زن ها بتونن به این مسئله برسن. زن ها خودشان هم داره برداشت و موارد باید تلاش بکنن. بعضی از چیزهایی که در جامعه ما تابوست، من اینجا مطمئن هستم که هیچ یک از مردم نمیخواهی که خواهرش، دخترش و یا همسرش در جایی که کار میکنن بازار جنسیتی ببرید، هیچ کسی رو نمیخواهی. اما بگر همین قد همین مسئله شد به سشوال این مسئله بیان شد تا همگی بفهمن که چه خطرات، مخصوصا دخترهای جوان متوجه شدن که چه خطراتی در کمین از اینها در جامعه است. متاسفانه ما حتی در دانشگاه این مسئله داریم، هیچ کسی نمیتونه افهام بکنه این مسئله. بتانیم راهکارهای عملی را برای پیشگیری و دفاع در این مرحله کدی مرحله برای خانمها بیان بکنیم و همچنان ما میتونیم مردم خوشفکر و مسلمان خود در کنار خود داشته باشیم که با وجود دیدن همچنین مسائل مبارزه بکنند و او را رسوا بکنند و مسئله را پنهان نکنند. تا زمانی که یک مسئله پنهان بماند و زیر میز بود شود این مسئله همچنان تداوم پیدا خواهد کرد. تشکر. ببخشید یک مسئله دیگه هم مذارت خیلی دارم. یک مسئله دیگه ای که ما بیشتر در جامعه خود مشکل داریم، یعنی وقتی ما بحث از دید سنتی میکنیم جامعه بیشتر مشکل ساز هست. یک گفتمان برابری جنسیتی را در داخل جامعه در درون خانه ها را اندازه کنیم همچنان که آقای نجمی زاده فرمودند. این ما قوانین خوبی داریم در سطح کشور، اما مشکل در تطبیق قوانین است، مشکل از جامعه است که ما کمتر میکنیم به اون مسائل دسترسی پیدا کنیم. تشکر از آقای مرتضوی. در پاسخ سوال دوست مطرح که چطور میشه فضای اجتماعی را هدفمند ساخت، به نظر ما که خود نزد یک زمان داره. ما در مورد رسانه ها رو مقایسه کنیم نسبت به 10 سال پیش و 12 سال پیش، ادبیات گفتاری و نوشتاری و شبه پرداختن به موضوعات بسیار تغییر جدی کرده. در 10 سال پیش اگر شما نوشتاری چاپی رو در افتانه ها و روزنامه ها میدیدین بسیار با کلمات افترا و توهین‌آمیز نسبت به اشخاص و افراد صحبت میشد، ولی فعلا همه تلاش میکنند که نسبت به هر رویداد بسیار مسلکی برخورد کنند، بسیار توازن و دقت و انصاف رعایت کنند. این خودش و شما کلمات توهین‌آمیز و سخیف و سبک بسیار کمتر و نادر میبینید و این خودش نشان از این است که رسانه‌ها تغییر کرده. در فضای اجتماعی هم باید فرهنگ سازی کنیم، یعنی نیاز به زمان داره و خود به خود به میزانی که سطح آگاهی مردم بالا میره فرهنگ استفاده از این ابزارها هم قوی‌تر بشه. شما تو در مباحث تلویزیون طلوع ما کاندیدای ریاست جمهوری با بوتل آب در مقابل همدیگه هم نکردیم، ولی امروز در داغ‌ترین مباحث شما میبینید که همه کوشش میکنن با استدلال و منطق با همدیگه صحبت کنند. بعضی که دوست ما مطرح کردن گفتن که بس حافظه تاریخی این یک واقعیت است. شما ببینید هنوز آثار جنگ های دهه 70 در در و دیوار شهر کابل هست، پایه های برق هست، مرمی های کشیده دک شده، حالا بازماندگان قربانیان اینجاست. ولی کسی سوال نمی کنم که عامل همه میدادها کی هستن، اینا در کجا هستن، در چی موقعیت مقام هستن و بخش زیاد مردم هنوز اینا را همراهی بکنن و بینوان رهبران قومی و تنظیمی زنا تبعیت دارن. من میگم حافظه تاریخی به این که در ذهن شهران باید سوال زنده باشد که عامل رویدادها، عامل نقماندگی و قرطی افغانستان در دهه گذشته چی بودن؟ ولی باز هم میگیم که
الگویی که ما داره میتونه آفریقای جنوبی یک الگویی باشه برای افغانستان. در اونجا هم وقت سیاه ها و سرنج بیمانده جمهور میشه ماندلا سفید پوستر اعدام نمی کنن. برای محکمه های برگزار میشه از نکر. فرهنگی که مردم باید معذرت خواهی کنن تلاش میشه در این راستا. جناب آقای نجاتی‌زاده دو تا سوال بر شما بود. اول سوال معرف و جواب شما خاطر احترام و من فکر می‌کنم کار رو که ما کردیم و خود رو که ما داریم مرکای زهن به رفتر ما چیزی زیاد استثنایی نیست، فقط احترام به حقوق شما و این است که ما واقعاً را درک کنیم و فرصت‌هایی که در نگاه مثلا که شدن با هم مثلا که شدن و به بعضی از زیرزمندی‌ها میشان باید وسیله میشن. مثلا بسیار کم دیدن میشن که دارن دفاتر در افغانستان برای خانم‌ها رخصتی ارادت دارشان که یکی از فکر میکنم از حقوق اساسیشان هست و چیزهای بسیار کوچکی هست که میتونم کمک کنم برای قدرتمند شدن خانم‌ها و همچنان برای اینکه بیشتر فعال باشن و بیشتر معلق باشن در سایه کاریشون. در رابطه به سوال وایجرگر من فکر میکنم که خب اگر بحث استفاده واژه نزدیک است، شما اگر بگویید که خب فانتون تعلیم و تربیت یا فانتون پروفسور ربانی نزدیک پلی‌تکنیک هست، شاید بعضی بگوید ها هست، بعضی بگوید نیست. این برمیگرده به اینکه ما نزدیک چطور تعریف میکنیم و اون خاطر است که در مکتب ژورنالیسم بر ما میگه که شما از واژه‌های دور و نزدیک و زود و ناوقت استفاده نکنید، باید بگوید خب سمتتون دورتر یا فنجانتون دورتر تا معلومات به اون واقعیت تام شما برسن. شخصا اگر بر نظر من بخواید من فکر میکنم بسیار هم نزدیک بودم، باید میگفتم بسیار نزدیک، چون عموج دروازه اولیه محل برگزاری بود. متوجه اجازهتون گپ میتوام شد خب به من میگنم یکی بالا ما تعریف ما از نزدیک چیست. اما من با شما موافق هستم که سخت ساختن خبر یا جدی ساختن خبر کار مسلکی نیست و این باعث از این میشه که مفهوم دیگه ای را تشکر. من میخواستم مثلا خدمتتان عرض کنم که در پایان این برنامه دو نمایشگاه هم برگزار میشه. یکی نمایشگاه کار هنری مشترک سه زن افغان است که توسط آقای کبیر مکمل است با افتتاح خانی آرمان شهر است که به نام نمایشگاه زیر عنوان افغانستان بر روایت دیگر. امیدوار هستم که هر دو نمایشگاه شامل فیلم است، حوزه کتاب است و سایر موارد است ایران از یاد نبریم. اکنون اگه دوستای دیگه سوال داشته باشم میدونم. شما قطار اول.